از سوی دیگر شماری از نمایندگان مردم هرات در پارلمان از باشندگان این ولایت خواستند تا پول صرفیه برق خود را تا زمانی که این مسئله به صورت جدی از سوی یک هیئت با صلاحیت بررسی نمی شود تعویل نکنند. احمد فرهاد مجیدی، ناید احمدی فرید، غلام فاروق مجرو و غلام فاروق نظری از نمایندگانی هستند که تاکید می کنند که باید اعتراض مردم به دلیل افزایش پول برق خانه های مسکونی جدی بررسی شود. برای بحث بیشتر در این مورد گفتگویی داریم با بصیر احمد دانشیار، استاد دانشگاه. آقای دانشیار سلام و وقت شما هم بخیر. در این اواخر اعتراض ها از بر افزایش پول صرفه برق در هرات خیلی بلند رفته. از دید شما این مسئله چقدر جدی است؟ ممنون از شما. واقعا در وضعیت کنونی متاسفانه برخی از ادارات به نوعی دیده میشه که برای مردم ما ظلم و ستم روا میدارن. از جمله یکی از اعتراضاتی که همواره متوجه شرکت برشنا بوده دقیقا همین اضافه ستانی ها و عدم پاسخگویی به موقع و نبود شفافیت لازم در میکانیزمی که اینا در ریاست برق روی دست دارن و از طرف دیگه عدم اقناع مردم در مورد ادعاهایی که علیه شرکت برشنا صورت میگیره به نوعی نگرانی مردم را در پی داشته و شما شاهد سر و صداهایی از گوشه و کنار هرات هستیم. من باورمند هستم که میتونه حرف و حدیث های باشه در این حوزه، به دلیلی که خب اگر قرار بر این است که اشتباهی صورت گرفته برای یک بار یا برای یک خانه یا برای ده خانه یا برای صد خانه ممکنه این اشتباه رو نما بگرده، اما وقتی دیده میشه اکثریت خانواده ها از این شاکی هستن و به نوعی دیده میشه که اضافه ستانی در این ریاست مشخصا دیده میشه و مسئولانش متاسفانه هیچ نوع پاسخگویی منطقی را برای شهروندان کشور ندارن. و یک مبحث دیگه هم که روزا مطرح میشه، گفته میشه که قرار هست شرکت برشنا در واقع الحاق بشه به وزارت انرژی و آب و این هم به نوعی میخوان که همان سوء استفاده هایی که شاید بحث هایی که در این حوزه مطرح باشه، این هم از جمله یک نگرانی هست. از دید شما دلیل افزایش پول بل های برق چی است؟ ببینیم، هرچند ما میپذیریم که به نوعی انرژی برق قوی تر هست نسبت به گذشته، اما این فیصدی تغییر به چه اندازه و به چه پیمانه باید باشه؟ آیا امکان داره که خانواده ای که پیش از این 2000 افغانی قبض برق میپرداختن اکنون به 3 برابر این افزایش پیدا کنه تا مرز 6-7000 افغانی بپردازن؟ من باورمند هستم که میتونه مشکلاتی که به نوعی در مترهای جدید برق وجود داشته باشه یک مبحث باشه. مبحث دوم ممکن است کدام تکتیک تکنیکی استفاده بشه برای از اینکه پروسه گردش متر تسریع ببخشن. هرچند من متخصص این حوزه نیستم، ولی واقعیت است که قطعا این بیانگر یک سری مکر و حیله میتونه باشه که برای مردم افغانستان و برای شهروندان هرات غیر قابل در واقع قناعت هست و باید قناعتشان از طریق درست برآورده بشه. تشکر از شما بصیر احمد دانشیار، استاد دانشگاه در ولایت هرات.